توی این ویدیو میخوایم درباره پرواز، ترانسفر و هتل 5 ستاره رایگان صحبت بکنیم که چطور به شما ارائه میشه. نه بهشون میده. دست آخر ویدیو همراه ما باشید. دوست داری بارم سلام به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام درباره تبلیغات هایی که توی فضای سوشال میدیا، اینستاگرام، یوتیوب میشه و بابت اقامت دادن به شما توی اینجا با شرایط ویژه میخوایم صحبت بکنیم که چرا این کار میکنن. همراه کمد خانم هستیم. این آقا پیر مرد را حد شد بعدش بقیه شو بگیم. تو بیرون ویدیو میگم این داستان هست دیگه. خب. سلام. من اینجا به زور نشستم و دارم از سرما یخ میزنم. ولی گفتیم ویدیو رو شما بگیریم که یه شبه رو راحت باید صحبت کن. اوکی. یعنی یا دو دقیقه اومدیم ویدیو بگیریم 50 نفر از این جلو رد شد. هیچی اینجا رد نمیشد از قبل اینا. خلوت خلوت. سری زود تو سری بگیم که آره بریم سر اصل مطلب. دوستان ببینید میگن گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. اینجا هم همین قضیه است. شما اگه میخواید بیاید اینجا خونه بخرید، ماشینی بخرید یا سرمایه گذاری بکنید، شرکتی راه بندازید، هزینه‌شو در نظر بگیرید، پرداخت باید بکنید. یعنی اینجوری نیستش که شما بلند شید بیاید اینجا این اختیار میگن خدمات رو در اختیار شما بذارن ولی هیچی ازتون نخوان. نه همچین چیزی نیست. کسی عاشق چابری کسی اینجا نیستش. چجوری کار میکنن که من خانم شما بگید استارتشو. آره میان چیز میکنن، یه آفر بهتون میدن که ترانسفر رایگان، هتل مثلا 5 ستاره رایگان، حتی بعضی ها میگن که تو شهر میچرخونیمتون با ماشین مثلا لوکس و اینا و شما هم میگید که به به بریم حالا استانبول هم یه دور بزنیم و از این خدمات هم استفاده کنیم و حالا نخریدیم هم نخریدیم دیگه. ولی همچین چیزی نیست. آره یکی این که لطفا شما این کار نکنین چون واقعا کار زشتیه، چون آدم خودش میبره زیر سوال خودشو. البته خب قدیما این کار رو میکردن، انقدر که هموطنان گلمون این کار زیاد کردن و احساس سوء استفاده شدن دست داد به شرکت ها، اومدن چیکار کردن؟ یه قراردادی میبندن اول با شما، مثلا تو اون قرارداد نوشته شده که ما چه کارهایی انجام میدیم و در قبالش مبلغی رو شما باید پرداخت کنید، مثلا 10,000 لیر یا همچین چیزی، ولی بخشی از مبلغ رو بهتون برمیگردونن اگر شما خریدتون انجام خرید بکنید. آره اگر که مثلا برید باشون این ور ور بگردید و خونه رو بخرید، بخشی از مبلغ رو بهتون برمیگردونن و دیگه خریدتون هم میکنید و اینا، یعنی خرید خونه تون هم میکنید و اینا، دیگه تموم شه میره. اما اگر خرید نکنید دیگه اون هزینه هایی که تو این چند روز داشتید و پرداخت کردید و دیگه برمیدارن دیگه، چون اونا هم برشون هزینه بنزین و به هر حال اون کسی که راننده است و اون جایی که رفتین و هتل و فلان همه اینا هزینه برای اونا هم داشته دیگه. بخاطر همین فکر نکنید رایگانه، اونا در آخر ازتون میگیرن. حقم دارنده نظر من. دقیقاً میخوام همینو بگیم. حالا توی تبلیغات کلا خب رشته من تبلیغات بوده دیگه. میدونم یه سری تکنیک ها هست واسه همین توی اینستاگرام اصطلاحا میگن قلاب. قلابشونه که شما رو نگه دارن بمونید، هم ویدیو رو ببینید هم مشتریشون بشید. از این قلاب ها خیلی استفاده میشه توی فروش توی استانبول. ولی خب یه سری چیزاش که حقیقته، واقعا نمیتون بگیم دروغه. یعنی اون هزینه که شخص داره میکنه باید بهش برگرده. یعنی اصلا بگید فامیلش هم باشید، این کار درست نیستش که آدم بخواد از خدمات کسی سوء استفاده بکنه. ولی خب رو راست داریم بهتون میگیم همچین چیزی که میگه رایگان، رایگان نیست. طرف از درصد خودش یه مقدار کم میکنه، اون هزینه‌های خودش میذاره کنار، پول دفتر داره میده، پول جا داره میده، شرکت بزرگ و کوچیک هم نداره. یه آدم باشعور از پشت دوربین رد شد. کلی هزینه داره این وسط میشه واسه دیدن واحدایش که شما میخواید چیز کنید، اینجا ببینید، انتخاب بکنید. دوستان که میخوان فایل هم انتخاب بکنن هی زنگ میزنن میگن آقا مثلا اینقدر سرمایه دارم کجا میتونم فیستان، واسه اونم زمان گذاشته میشه که فایل ها رو آنالیز میکنن نسبت به چیزی که شما میخواید، موقعیتی که شما میخواید، بودجه که شما دارید،
بهتون ارائه میدم. نه وقت اون شما هدر بشه، نه وقت اون بنده خدا. چون ببینید شما فکر کنید که قصد خرید ندارین، به قولی همین جوری میخواییم بیایم یه چرخی بزنیم و چهار تا جا رو ببینیم. خب ممکنه توی همون دو سه روزی که شما دارین وقت اون شخص رو میگیرین، اون شخص بتونه یه خونه خیلی خوب به یه شخص خوب بفروشه و خب درآمدش رو داشته باشه. چیزی که حقیقته و ما بعضی وقتا نمیخواییم باور کنیم اینه که خب همه دارن کار میکنن برای اینکه درآمد کسب کنن. کسی واقعا همین جوری نمیخواد ساعتش و وقتش رو تلف کنه و در قبالش هم هیچ درآمدی نداشته باشه. چون اگه قرار بود اونجوری بود که آدم ها میرفتن خب تور میگرفتن، چرا حالا باید همچین آفر املاک یا مثلا حالا چیز اینطوری بذارن؟ به همین خاطر به نظر من یه چیز دو طرفه است، هم شما باید قدر ساعت و وقت و کار اون شخص رو بدونید، هم اون باید واحدهایی رو به شما نشون بده که شما دو روزه سه روزه، چون واقعا اینجا دو سه روزه خیلی راحت میشه خونه خرید به شرطی که قصدتون جدی باشه و اعتماد کنید. چون تو ترکیه، نه تو ترکیه ها، توی سوپرمارکت هم که تو میری هرچی گزینه ها تو بیشتر کنی بیشتر گیج میشی. به خاطر همین به نفع خودتونه که گزینه های خیلی زیادی رو نرید نگاه بکنید. دقیقاً گیج میشه آدم وسط میمونه کدومش. بعد واحدی که اینجا هست واقعا عالیه، یعنی هر کدومش یه خصوصیت خاص خودشو داره. نمیشه گفت چیزه اینم بگم تو نکته تو بگو من بگم یه نکته هم بگم حالا موردی که تو ذهنم اومد اینجا. خب شرکت های املاک برای اینکه اعتبارشون از دست ندن یا اشخاصی که دارن اینجا کار میکنن، شرکت بزرگ کوچیک نداره، همه همینه. حالا لابلای اینا آدم خوب آدم هست، یعنی ممکنه یه چند درصد آدم یه خورده ناخلف هم باشه این وسط ها که اذیت بکنه، ولی بزرگ کوچیک همه دنبال اینن که شما فروش واسه شما فروش انجام بدن، یعنی واحد خوب بهتون بفروشن، شما مشتری بیاید واسه شون. به خاطر همین سنگ تمام میزنن میرن میگردن دنبال واحدایی که مشکلی نداشته باشه، چه تو سند چه توی خود ساختمون سازش و اطرافش، همه اینا رو در نظر میگیرن. حالا یه سری هستن که میگن نه از کوچه پشتی این فلان چیزو نبینه. من خودم تو ویدیوام همیشه میگم میخواد جای بگیرید به دور و برش هم نگاه کنید، کوچه پشتیش هم نگاه بکنید، از مسیرهای مختلف برید ببینید چه دسترسیایی داره، به اتوبوس، متروبوس، دلموش، بالاخره میرید خود ترس و لرزی که نرسید تو خونه. آره جیبتون رو نزنه اتفاق نیفته. البته اینجا امنیت داره ولی خب همه جا هستش یه سری چیزای شیطنتی. آره در کل هر کاری که میخواین بکنید خیلی تحقیق بکنید. اون شخصی هم که حالا داره یه ملکی رو به شما معرفی میکنه، درسته از روی تجربهش، از روی دانسته‌هایی که تا اون روز داشته، اون ملکی که به نظر خودش بهترین رو داره به شما معرفی میکنه با توجه به خواسته شما. یکی اینکه شما خواستهاتون رو بدونید، مثلا اگر 2 میلیون لیر کلن بودجتونه، خب نمیتونید مثلا برید یک خونه صفر کلید نخورده توی جای خوب بگیرید. هم با خودتون صادق باشین به نظر من، هم با اون شخص. یه وقت شد که مثلا من یه خونه کلید نخورده میخوام، فلان میخوام، بیسار میخوام و اینا، بعد میگه پولت چقدره؟ بعد میگه مثلا 5000 دلار. خب واقعا نمیشه 5000 دلار وسط استانبول، واقعا اصلا امکان پذیر نیست تو یه خونه خوب بخری. یه خونه دست دوی خوب شاید بتونی بخری، اما خونه صفر کلید نخورده تو وسط سیته اینا واقعا نمیتونین بخری. اونم واسه چه هدفی میخواد بگیری؟ اقامت میخواد، شهروندی میخواد، یا همینجوری میخواد یه خونه خریده باشید؟ آره یعنی بعد مسائل بعدش هم نمیدونن. آره یکی اینکه خودتون بدونید که اصلا چند دین با خودتون، یعنی اگر که شما پدر خانواده هستین یا مادر خانواده هستین، قبل از اینکه با مشاور املاکتون چیز کنین، صحبت کنین، بین هم یه صحبتی بکنید، با هم به توافقی برسید. چون بعضا داشتیم خانم یه چیزی میخواست، اصلا خانم ویلای دوبلکس میخواست، آقا میگفته مثلا حالا اقامت هم نگرفتیم فقط یه جا باشه
بیایم مثلا تعطیلات چیزی بگذرونیم و این خب قیمت رو خیلی جا به جا میکنه. حتما هدفتون از خریدی که دارید بدونید، هم کار خودتون راحت‌تر میشه، هم کار اون شخص راحت‌تر میشه. و اینکه تحقیق کنید، بعضی وقتها هست شما یه پروژه رو انتخاب میکنید که ریسکیه، یه سری چیزای خوب داره یه سری چیزای بدم داره، یعنی ممکنه شما به دردسر هم بخورید. دقیقاً اینکه شما انتخاب میکنید که اون خونه رو بخرید بنا به هزار دلیل، واقعا اون شخصی که املاکی بوده و کمک شما کرده توی اون راه نمیتونه مسئولیت بعد از خرید شما رو از یه جایی به بعد به عهده بگیره، به خاطر اینکه شما تمام چیزا رو میدونستید دیگه. نهایتا هم اگر فکر میکنید که خیلی آدم حساسی هستین، دو روز سه روز یه مثلا اگر میدین پروژه‌ای که ترک زبانن، دو روز سه روز یه هزینه رو پرداخت کنین به یه مترجم، ببرینش با خودتون اینور اونور و بخواین که کنار دستتون بشینه و تمام قرارداد و تمام حرفا رو براتون ترجمه کنه، چون دیگه داره پولش رو میگیره دیگه، چیز غلطی که به شما نمیگه. مترجم میبره، مترجم فقط زبون شماست یا نه؟ دارم میگم که مثلا اگه به املاکی اعتماد ندارن خودشون یه مترجم ببرن که مثلا مترجم قوانین نمیدونه، به قوانین کار نه، اصلا دارم میگم اونا هیچی که فکر نکنه الان اون طرف داره با یه زبون دیگه ای صحبت میکنه، مثلا من فارسم متوجه نمیشم، اونا دارن ترکی حرف میزنن، بغل مشاور املاکی آره. مترجم با خود مثلا چه میدونم، یا اگه قرارداد میذارن جلوی شما، اگر که مثلا حالا به مشاور املاکتون اعتماد ندارید که ترجیحاً کسی انتخاب کنید که بهش 100% اعتماد دارید، ولی برای محکم کاری چه میدونم یه وکیلیه مترجمی کسی از قبل باهاش صحبت کنید، بگین آقای قرارداد منه، من برای تو میفرستم، اگر جاییش مسئله چیزی هست من همون روز اول باهاش صحبت کنم. نشه که شما قراردادو ببندین، هزینه رو پرداخت کنین، دو ماه بعد یا پشیمون بشید یا بخواید پولتون رو پس بگیرید یا بخواید قراردادو به هم بزنید، هم برای شما ضرر مالی داره، هم برای شخص مشاور املاک ضرر مالی داره، همین که خب اصلا کلا خیلی اعصاب خردی اینا داره. چون من بهش برخوردم در انقدر روش تاکید میکنم، واقعا بخش زیادی از پولتون، حداقل 10-20 هزار دلار از پولتون سوخت میشه. آخه یه چیزم هستش، ببینید نکنید شما میخواید اینجا خونه بخرید، خونه خریدنش یه داستان داره، شرایط بعدش هم یه داستانی داره، یه سری میان از دوستانشون کمک میگیرن اینجا، همه تقریبا یه آشنایی تو ترکیه داریم، اینو قبول کنیم دیگه. تو این چند سال اخیر، 10-15 سال اخیر، خیلی از ایران اومدن ترکیه و زندگی دارن میکنن، ولی اطلاعاتشون به روز نیست، راهنمایی غلط میکنن، شرایط نمیدونن. من خودم که هر روز کارم هم اطلاعات ملکی و تجاری و دانشی و اقامتیه، بعضی جا میگم این عوض شد، من این لحظه شوکه میشم، میگم چی عوض شد، من تا دیروز این بود قوانین، هی آمار میگم هر روز دارم آپدیت میشم، ولی خب دو روز آپدیت نباشم قوانین عوض شده. میاد میرید از اونا مشاوره میگیرید و اونا شما رو توی یه چاله میندازن، یه چاهی میندازن که واقعا در اومدن اونجوری سخته. من خودم بارها تو ویدیوام گفتم، مثلا من از آشنام راهنمایی گرفتم، منو برد بیلیک دوزو اون سر استانبول، خب بلد نبود، اون در حد خودش بلد بود، اونجا خونه خریده بود، فکر کنم اونجا اوکیه، مثلا اونجا واسه زندگی من مناسب نبود که کلی حالا اینجا ضرر کردم و جابجا شدم، اومدم مثلا سمت مثلا اسکودار خونه گرفتم. خب این یه ضرر مالی سنگین بود، زمانی هم خیلی سنگین بود، حالا مالیش یه طرف، زمانی من قشنگ یک سال عقب افتادم، خیلی واقعا اون یک سال واسه من سخت گذشت، خیلی عقب افتادم، هر چقدر دارم تلاش میکنم میگم اگه اونجا نبود الان من 3 سال جلوتر بودم، اون یه سال مساوی با 3 سال منه تو ترکیه. سر اینجور چیزا باید خیلی حواستون جمع باشه که ببینید چیکار میکنید، با کی دارید کار میکنید. خلاصه این وعده های رایگان رو باور نکنید، رایگان نیستن و حتما سعی کنید قبل از اینکه قراردادی چیزی ببندید یا جایی برید خیلی صادقانه ازشون بخواین که قیمت های واقعی رو بهتون بگن، که نکنه یه وقت شما توی یک عمل انجام شده قرار بگیریم و مجبور بشین که هزینه اضافی رو پرداخت کنید.
حتی این چیزی که دارم میگن یه چیزی به نام باجگیری یا زورگیری نیست، یه هزینه است که باید پرداخت بکنید. اصلا تو ایران هم باشه ولی بهتره که قبلش بدونید. آره. که دارید پرداخت بدونید. من خودم شخصا کسی بخواد بیاد میگم مثلا 10-15 هزار واسه دو روز هزینته، بریم بگردیم هزینه ماشین و سوخت و بنزین و این چیزاست دیگه. اونجا بنزین که میدید واقعا گرون نمیصرفه، خیلی چیزا انجام میدید. بعد با کسی هم اگه قرار کار بکنید با یه نفر کار بکنید، ببینید با دو نفر کار نکن. این خرابکاری تو کار خودتون میشه، خودتون بعد اذیت میشید. دوستی بوده با یه نفر دیگه رفته پروژه دیده پسندیده، بعدش مهم نیست ولش کن، رفته با یه دوستی پروژه دیده پسندیده اوکی بوده، بعد رفته با یه مشاور املاک دیگه رفته اونجا قرارداد بسته. ببین کسی که با یه نفر میره اطلاعاتش از طرف اون ایجنت اون شرکت اعلام میشه به اون پروژه و میتونه جلوشو ببنده. بعد این وسط یه درگیری بین دو تا املاکی پیش میاد، شما میمونید این وسط آش نخورده دهن سوخته. و خیلی راحت خونتون بگید تمام زندگیتون رو کنید دیگه، چه دنبال درزی سریع. این پیشنهاد برادرانم بود که میتونستم بهتون بگم که حواستون به این قضیه هم باشه. نکته چیزی میمونه بگیم به دوستان؟ نه دیگه، نکته که به این مبحث ربط داشته باشه فعلا نیست. پس تا یه ویدیو دیگه، خدا.